سلام بچه‌ها، من دنی پینکمن و خیلی خیلی خوش اومدیم به چنل دنی پینکمن فیفا. خب آقا، در ادامه بررسی بازیکنای هر لیگ جدا جدا، امروز اومدیم سراغ بازیکنای سری آ ایتالیا که امسال میتونه لیگ جذابی باشه، ولی نه برای استارتر. حالا چرا این حرفو میزنم؟ بعد اینکه بررسی کردیم احتمالاً به جواب حرفم برسیم که آقا چرا تیم لیگ خوبیه ولی واسه استارتر زیاد مناسب نیستش. پس پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو رو ببینید و با بهترین بازیکنها شروع میکنیم و طبق روال در نهایت یه تیم 11 نفره کامل از بازیکنهای متای سری آ بهتون معرفی میکنم. پس حتما تا آخر ویدیو رو نگاه بکنید. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین، همین الان دکمه ساب پایین ویدیو رو بزنید تا میتونید کامنت بذارین و ویدیو رو لایک بکنید و بریم ببینیم چه خبره. اما سری آ ایتالیا، آقا بهترین بازیکن تا اینجایی که بازیکنها معرفی شدن پائولو دیبالا با ریت 87. همین این نشون میده که نسبت به لیگایی که تا الان دیدیم یه کوچولو اوورال بازیکنها پایینتره و اونقدر بازیکن شاخص شاید نداشته باشه، ولی سخت در اشتباه، این بازیکن متا زیاد داره اما واسه استارتر خوب نیستش، که الان دقیقا متوجهش میشین که چرا این حرفو زدم. دیبالا بازیکن اول و بعد اون شزنی و ایموبیلن و بعد اون اشکرینیاره که گفتم یکی از بزرگترین سورپرایزهای امسال اشکرینیار بود که پارسال پیس 69 داشت، امسال پیس 80 داره و کارت فوق العاده خوبیه و حالا اینا همه تو تاپ 100 بودن و سعی می‌کنیم سریع‌تر ردشون بکنیم. فقط بخونیم سمیر هندانویشو داریم که افت داشته ولی بازم جزء تاپ 10ه و لورنزو اینسینیا رو داریم که کارت خوبیه، کالیدو کولیبالی رو داریم که کولیبالی به نظر من کارت خیلی خیلی خوبی امسال و پیس فوق‌العاده بالا و خوبی داره و یه دفاع تانک قشنگ. و بعد جورجو کیلینی رو داریم و لاوتارو دیفرای که دفاع یه کوچولو گزینه ارزونتر از اشکرینیاره که کار در میاره واسه تیم استارتر، به نظرم پیس بدی نداره و دفاع خوبیه. و بعد اون بونوچی رو داریم و میلینکوویچ ساویچ که جفتشون زیاد به درد بخور نیستن و ماتیاس دلیخت رو داریم که کارت بدی نیست، تقریبا با دیفرای توی لولن. و نیکولو بارلا که بهترین گزینه‌های هافک توی شاید هر 5 تا لیگ بخوایم مثلا 5 نفر برتر هافک رو بگیم، بارلا بهترین هافک سری آ با اختلاف، خیلی کارت خوبیه و 3-3. فقط تنها مشکلش اینه که 3-3 ولی کارت خوب و باکس تو باکس اوکیه به نظرم، چون اتکینگ ورک ریتش هم های، دیفندینگش هم های و هم تو دفاع اوکیه و هم تو حمله و کارت فوق‌العاده. بعدمون تیو هرناندز رو داریم که کارت خیلی خوبیه ولی احتمالاً بودجه زیادی بخوادش اول کار. و مارسل بروزوویچ که به درد نخوره و زلاتان که خیلی به درد نخوره، البته یکم بهتر شده نسبت به پارسال ولی خب پیس 65 فقط شوت بالا داره و چون زلاتانه شاید یه سری بازیش بدن واسه استارتر مثلا هفته اولشون که دارن دیویژن 10 بازی میکنن شاید بازیش بدن ولی به درد نمیخوره واقعا. و بعد اون ماینانو داریم که گلر خوبیه، میشه گفت یکی از گلرهای متوسط و خوب سری آه که نسبت به حالا مثلا گزینهای بالاتر مثل شزنی یا سمیر هندانویچ شاید یک کوچولو ریت پایین‌تر باشه ولی مثلا عمل کردی اوکی باشه. و نفر بعدی کسی است که کارت خیلی خوبی داره، آپگرید خیلی خوبی شده امسال و کارت خیلی خوبی داره و واقعا کسی و بارلا از بهترین هافبک‌های این لیگن. بعدش دریس مرتنز رو داریم که پیس 85 شوت 82 CAM خوبیه و حتی توی تیمای استارتر استی خوبی هم میتونه باشه به نظر من و رنج قیمتیش هم متوسطه احتمالاً ولی بازیکن خوبیه به نظرم. نفر بعدی هم لویز آلبرتوه که نه، CAM با این استات واقعا نه و من اصلا همچین بازیکنی رو نمیدونم کجا با بازیش بدم، اصلا نه به درد CAM میخوره نه CAM میخوره نه CDM. به نظرم واقعا فقط اوورال بالا واسه SPC ها داره همین و دقیقا مثل اون ایلچیچ، این هم همینه. باز ایلچیچو میشه یه جایی بازی داشت، شاید بشه CAM بازی داد ولی قد 190 که داره باعث میشه نه. نوک حمله بدی نیست واسه هفته اول. ادین ژکو هم همچنین کارت خوبی نداره واقعا. و سیمون کیاخر یا کیایر
کارت بدی نیست، ولی خیلی گزینه‌های بهتر دفاعی توی سری آ هستش که از این بهترن. و فدریکو کیزا رو داریم که کیزا هم گزینه خیلی خوبیه، کارتش یه آپگرید خفن داشته، اسکیلوویکش نیومده، احتمال اینکه اسکیل بالا بهش بدن، اسکیل 5 حتی بهش بدن هست و واقعا کارت خوبیه. این نسبت به پارسالش خیلی رشد داشته و کارت فوق‌العاده‌ایه. فکر کن این وینگره، براردی هم وینگره، یعنی واقعا قابل مقایسه نیستن و براردی آشغاله به تمام معنا. هاکان چاهان اوغلو رو داریم، چالهان اوغلو، البته یه الون وسط داره. چالهان اوغلو هم کارت بدی نیست برای سی ایم استارتر، شاید بشه یه کاریش کرد ولی نه زیاد. کریستین اریکسن هم همینطور، چون افت زیادی داشت بنده خدا که اریکسن رو کلن زیاد به درد بخور نیست. اما دنزل دامپرایس جز گزینه‌های جذاب سری آ امسال به نظرم، گزینه باحالیه و به درد بخوره به نظرم و میشه یه کاریش کرد. و رومانیولی هم که مثل همون کیایر بودش که خیلی گزینه‌های بهتر ازشون هست تو دفاع وسط. آنتر ربیچ رو داریم که کارت خوبیه، یعنی دوباره مقایسه بخوایم بکنیم، ربیچ LM با پیس 86، شوت 83، LMیه که خوراک اینه بازی شروع شد بیاریش نوک بازی بدی و 4-4 هم فکر کنم باشه. اینو مقایسه کنید با ایوان پریچیچی که پیس 81 داره، شوت پایین، دریبل پایین و خیلی استد پایین تره، اما خب احتمال زیاد پریچیچ ویک فوتش 5 باشه دوباره، ولی بازم ربیچ به نظرم گزینه خیلی بهتریه. خواکین کورا رو داریم که میشه گفت ورژن ارزون مرتنز مثلا یا همچین چیزی، البته علاوه فیزیکی و اینا اصلا قابل مقایسه با مرتنز نیست، ولی کارت خوبی واسه استی تیم استارتر به نظر من میتونه باشه، حالا یه کوچولو سلیقه‌ایه ولی کارت خوبیه. آرتورو ویدال کارت بدی نیست واسه کسایی که سی دی ام بازن، کارت خوبیه. و فلورنزیو، باستونیو، سنسیو، الکسی سانچز و اینا به درد نخورن. به ناصر سی ام استارتر خوبی میتونه باشه، استت اوریجی داره به نظرم. و فیاکو توموری، توموری یه دفاع وسط با پیس بالای 80 دوباره تو سری آ که فوق العاده متاه، توموری رو یادتون باشه، توموری یکی بهترین دفاع وسط هاست. و بقیه بازیکن ها جیرو با پیس 39 و اینا که اصلا هیچی، کلن باکایوکو هم برای باکایوکو بازای قدیمی شاید اول بازی حال بده ولی نه. و دیگه متئو دارمیان و وسینو و اینا دیگه نه. تونالی کارت بدی نداره، تونالی رو میشه یه جورایی سی دی ام بازیش داد. و کاسیخو نمیدونم نه. و اما لیاو، رافائل لیاو به نظرم کارت خوبیه، این حالا به عنوان مثلا گزینه ارزونتر ربیچ میتونه کارت اوکی باشه. و اینا فعلا بازیکنایی بودن که از سری آ اومده بودن. بازم این نکته رو تو همه ویدیو گفتم، بازم میگم که این دیتابیس هایی که دارم چک میکنم کامل نیستن و هنوز بازیکن بقیه تیما کامل اد نشدن. مثلا از ناپولی یه سری بازیکن ها بازیکن ها مثل اینسینیه و کولیبالی از ناپولی هستن. چرا؟ چون جز تاپ زدن معرفی شدن ولی بقیه بازیکن ناپولی نیستن. و مثلا کولیبالی پیس 81 داره، قطعا مانولاسی که پارسال هم پیس 82 داشتش امسال هم پیس بالای 80 داره و اون مثلا تو تیم استارتر سری آ میتونه گزینه خوب دفاع وسط باشه. ولی الان و من الان با گزینه‌های ممکن سعی کردم یه تیم استارتر سری آ واسهتون ببندم که حقیقتا نشد، یعنی این تیمو من تونستم ببندم که خیلی از بازیکناش قیمت‌های فوق‌العاده بالایی دارن و به خاطر همینا به این تیمه نمیشه گفت تیم استارتر. تیم خوبیه، ببینید توموری و اشکرینیار دفاع خوبین، شاید به جایی میتونیم همون مانولاسی که فعلا تو دیتابیس نیست رو بذاری، یا نمیدونم، به این بازیکن خیلی خوبن ولی مثلا یکی مثل تو هرناندز، کسیه، بارلا و کیزا قیمتای فضایی دارن، اول کار خیلی گرونن و به خاطر همین بودجه این تیم خیلی میره بالا. و این دلیلی بود که اول ویدیو گفتم به نظر من سری آ فعلا با این دیتابیسی که فقط از اینتر و میلان و چند تا از یوونتوس و چند تا از ناپولی بودش واسه استارتر خوب نیست. و یه نگاه کلی هم بخوایم داشته باشیم، کل سری آ به نظرم این تیمان، یعنی تیمای دیگه هم بقیه بازیکناشون بیان، زیاد بازیکن شاخص و اوکی نداره سری آ که کار در بیاره و اول کار استارتر قوی بکنه.
به خاطر همین به نظرم شاید روم، مثلا شاید روم باشگاهی باشه که چند تا بازیکن خوب داشته باشه. به نظر من گزینه خوبی نبود، تو خیلی از پست‌ها ضعف داره، ولی دفاع وسط‌های خیلی خوبی داره که توموری پیس 82 داشت، اشکرینیار 80. از اون طرف یه دفاع از روم لیک شده که پیس 81 قراره داشته باشه، یه دفاع برزیلی بود اسمش یادم نیستش، فعلا اونا لیک شده، یا مانولاسی که پیس 82 قراره داشته باشه، و اینا گزینه‌هایی بودن. ولی خب به نظرم ترکیب توموری، اشکرینیار و کولیبالی میتونه خوب باشه، ولی زیاد واسه استارتر علاوه کوینی نمیصرفه. و سری آ به نظرم گزینه خوبی نبود. در ادامه سری آ میتونه تیم خوبی باشه، چون بازیکن ریت بالایی، قیمت بالای خوب مثل همین بارلا و کیزا و اینا هستن که کارو درارن، و اگه بخوایم رنج قیمتی ببریم بالاتر یا چه میدونم بازیکن آنترید داشته باشیم، یکی مثل دیناتاله که تو ویدیو هیرو ها در برایش صحبت کردیم و گفتیم کارت خیلی خوبیه از سری آه و اینجا میتونه باشه، یا به جای اشکرینیار میتونه کوردوبا باشه، یکی از بهترین کارتای هیرو بود من گفتم، و اینا میتونن گزینه‌هایی باشن که تیم سری آه رو میتونن بهتر بکنن، و اینا در صورتی هن که اون پک رایگان هیرویی که میزنید، اونایی که پیش خرید کردن نسخه التیمیت و پک رایگانو دارن، مثلا یکی این دو نفر رو بده، دیناتالی یا کوردوبا، و گزینه دیگه شون هم میلیتوه که اصلا حرف اون رو نزنید، همین دو نفر اگه اینا رو بده میصرفه، به خاطر اینا یه تیم سری آی بستش، وگرنه به عنوان استارترتون سری آ اصلا گزینه خوبی نمیتونه باشه. و این نظر من بود، حالا شما هم نظرتون کلان درباره بازیکن‌های سری آ توی چند سال اخیر فیفا و امسال بگین، و اینکه به نظرتون امسال میتونه استارتر باشه یا نه. و دیگه بیشتر از اینا هم حرف دیگه نمیمونه، حتما اگه هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین، ویدیو رو لایک بکنین تا میتونید کامنت بذارین، و مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسمم دنی پینک من، و تا ویدیو بعد فعلا.